از آن خوب رخ شد دلش پر امید به کین پسر دا دل را نوید درود بر شما خیلی خوش آمدید به اپیزود سی و ششم از شاهنامه من ایتا هستم و این شاهنامه خانی ماست در میانه سوگواری فریدون برای ایرج بودیم و دیدیم که فریدون به باغ ایرج رفت و اونجا رو آتش زد و بعد نشست و شروع به نفرین پسران دیگرش کرد در این قسمت ادامه این سوگواری رو خواهیم خوند و یک خبر خیلی خوب برای فریدون اگر اپیزود قبلی رو ندیدید لینکش این بالا هست در کپشن هم براتون میذارم لینک پلیلیست شاهنامه هم اونجا هست به پلیلیست های دیگه هم سر بزنید مخصوصا پلیلیست خیام اگر کانال رو سابسکرایب نکردید حتما با سابسکرایب کردن از من حمایت کنین سپاس گذارم بریم به سراغ ادامه داستان بر این گونه بگریز چندان بزار همی تا گیا رستشان در کنار زمین به سر و خاک بالین اوی شده تیره روشن جهان بین اوی در بار بسته گشاده زبان همی گفت زاره نبرد جوان کس از تاجداران به دینسان نمرد که تو مردی نام بردار گرد سرت را بریده به زار من تنت را شده کام شیران کفن خروشی مغانی و چشمی پراب زهر دامدت برده آرام و خواب سراسر همه کشورش مرد و زن به هر جای کرده یکی انجمن همه دیده پر آب و دل پر ز خون نشسته به تیمار مرگ اندرون همه جامه کرده کبود و سیاه نشسته به انبوه با سوگ شاه چه مایه چنین روز بگذاشتند همین زندگی مرگ پنداشتند فردوسی میگه فریدون انقدر گریستن رو ادامه داد در همون مکانی که نشسته بود. انقدر اونجا نشست و زاری کرد تا در کنارش گیاه رشد کرد. افتاده بود روی زمین همونجا میخوابید و انقدر گریه کرده بود که چشماش تیره شده بود نمیدید. در بار بسته یعنی هیچ کسی رو راه نمیداد به بارش و زبان رو کشورده بود به سوگواری می گفت ای نبرد جوان ای مبارز ای دلیر ای دلاور جوان من هیچ کس از تاجداران اینطوری که تو مردی نمرد سرت رو اهریمن بریده شیطان بریده و تنت رو دادن به شیران و کام شیران شده کفن تو با گفتن این جملات گریه میکرد و فریاد میکشید و تمام موجودات اطرافش این صدا رو میشنیدن بیخواب شده بودن آرامش هم نداشتند و همه کشور باهاش عزاداری میکردند همه زندگی مرگ پنداشتند تمام فکر و ذکرشون مرگ بود خلاصه برآمد بر این نیز یک چند گاه شبستان ایرج نگه کرد شاه یکی خوب چهره پرستنده دید کجا نام او بود ماها فرید که بر او مهر بسیار داشت غذا را کنیزک از او بار داشت پری چهره را بچه بود در نهان از آن شاد شد شهریار جهان از آن خوب رخ شد دلش پر امید به کین پسر داد دل را نوید چو هنگامه زادن آمد پدید یکی دختر آمد ز ماها فرید جهانی گرفتند پروردنش برآمد به ناز و بزرگی تنش مران ماه رخ را ز سر تا به پای تو گفتی مگر ایرج استی به جای چو برجست و آمد هنگام شوی چون پروین شدش روی و چون غیر موی نیا نامزد کرد شویش پشنگ بدو داد و چندی برآمد درنگ بدادش بدان نام بردار شوی چو یک چند گاهی برآمد بر روی یکی پور زادان هنرمند ماه چگونه سزاوار تخت و کلاه مدتی که از این سوگ عمومی و این سوگواری فریدون میگذره فریدون میره و شبستان ایرج رو بررسی میکنه میبینه در شبستان ایرج یک دختری هست به نام ماها فرید که این محبوب ایرج بوده معشوق ایرج بوده و این ماها فرید حامل است بارداره بچه ای در شکم داره که این بچه رو فریدون امیدواره که کین ایرج رو بگیره و با این خبر فریدون شاد میشه و امیدوار میشه اما زمانی که این ماه فرید زایمان میکنه بچه دختره کسانی که ایرج رو میشناسن با عشق بهش رسیدگی میکنن به ناز و بزرگی پرورشش میدن و زمانی که بزرگ میشه عین ایرجه یعنی انگار میگه تو گفتی مگر ایرج هستی به جای بسیار زیبا و به شکل ایرج مثل ایرج موهای مشکی داشته زمانی که بزرگ میشه وقت ازدواجش میرسه یه کسی رو فریدون نامزد میکنه باش به نام پشنگ مدتی اینا نامزد میمونن و بعد با هم ازدواج میکنن خب بعدش هم من یک بیت از بخش بعدی رو خوندم بخش گفتار در زادن منوچهر از مادره که گفتم یکی پور زادان هنرمند ما چگونه سزاوار و تخت و کلاه این دختر ماها فرید و ایرج بچه دار میشه با پشنگ فرزندی رو میاره که سزاوار و تخت و کلاهه این که این فرزند چطور بزرگ میشه از کی هست از همه منوچه رو یکی دیگه است در قسمت بعد با هم میخونیم از همراهتون سپاسگزارم شاد باشید Buss börjar man. Hade.